خامنه‌ای رو نمی‌شناختم اوایل که این، یعنی تا مدت‌ها که روایت پت پخش می‌شد، ولی از مشتری‌های همیشگی روایت پت بودم من. یعنی هر شب جمعه حتما می‌نشستم این برنامه رو گوش می‌کردم و در من تأثیر زیادی بود و می‌دیدم که این کلام، یه وقتی هم اومدن همون جوان‌ها پیش من که اون وقت به نظرم مال جهاد بودم خیال می‌کنم و ما بودیم، ولی من تو همون جلسه هم گفتم، گفتم این صدای نجیبی که اینا رو بیان میکنه این خیلی چیز جالبی است، اینو نگه دارید. خودش هم بود قایدن تو جلسه، کسی هم نگو به من که این آغاز. میدونید دیگاهی که حرفی رو کسی میزنه حرف بزرگیست، اما گوینده پیداست خودش اعتقاد به این حرف نداره. این صدا اون صداییست که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت. مثلا میگفتش که این جوانهای ما به راه های آسمان آشناترند تا به راه های زمین. اینو اونچنان میگفت که گویا راه های آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینا آشناترند. میدونید کسی که اینجور حرف میزنه و در قالب یک نوشتار قوی به هنرمندان، این نوشته خیلی نوشته قوی خوبی بود اونجور. لیکن اون قسمت مستندسازی که من اصرار داشتم برای اینکه این باقی بمونه، این به خاطر نقش ویژه اوست در حفظ فضای جنگ در کشور. نه اینکه ما بخوایم القاء حالت جنگی بکنیم، خب جنگ که نیست الان عملا، لیکن ما میخواهیم اون احساساتی را و حالتی را که در دوران جنگ بود اون را نگذاریم از حافظه ها گزیده بشه. حالا ببینید به هر زمانی چی مناسب میاد و اون رو تهیه کن. اگر بتونید مستندسازی رو ادامه بدید به نظر من کار مهم و خوب است. در اون مستندسازی نقش کلام، همون کاری که خود مرحوم شهید آبیدی میکرد، خیلی مهمه. هم نوشتار و هم بیان اون نوشتار بسیار بسیار مهم. اگر چنانچه نکته‌گویی های او نبود، خیلی از منظرها معنی اصلا نداشت.